حضرت سید الشهدا سلام علیه دیدن که معاویه و پسرش خداوند لعنتش میکند اینها دارن مکتب رو از بین میبرن. خداوند اولا این مذهب مذهب لعانانه دیگه، این لعنت ها به خودتون باز میگرده. چطور مکتب را از بین میبرد؟ این دروغ هایی که شما ساختید، از خمینی تا کلینی، از خامنه‌ای تا مختار، بین علی و معاویه هر که بگوید که اختلاف عقیدتی وجود داشته یک دروغگو و دجال بیش نیست. چطور مکتب را از بین میبرد؟ اسلام بود، بین علی و معاویه اختلاف دینی وجود نداشت. اصلا مکتب به این معنی که شما امروز تراشیدید وجود نداشت، همه مسلمان بودن. اختلاف شما برای یک مسئله سیاسی بود که اتفاقا پشت سر این مسئله سیاسی اصلاف شما وجود داشتن، برکنا وقتی که با هم بودن 12 امپراتوری جهان را پوزشون رو به خاک مالیدن، طرح نو در انداختن به سرپرستی مولایشون و مقتدایشون حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام. خب اینایی که پوزشون به خاک مالیده شده همطور ساکت ننشستند که ملت ها مسلمان شدن، لیکن باندهای سیاسی آرام ننشستند. اگر خواستید این مطالب مفصل بخونی، کتاب های شیخ ندوی مهمه و در نسبت به این جانب کتابای شیخ احسان الهی ظهیر خیلی مهمه. اگر حوصله خوندن کتابای بزرگ ندارید، بنده اینها رو خلاصه کردم در ویرانگری تشیع. ولی ببینید چه انسانی چقدر بیشعور باشه که رهبر مملکت باشه لعنت کنه، با وجودی که سلس جمعیتش اهل سنت هن. این نشون میده که این رهبر شعور اجتماعی نداره. اگر شعور اجتماعی میداشت اینطوری حرف نمیزد، مثل یه روزخان حرف نمیزد. بریم جلوتر. وانگهی خود علی علیه السلام میفرمود که لعان نباشید، اگرچه قبل از او پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که مؤمن لعان نیست، فحاش نیست. لیکن علی به پیروانش، به لشکریانش دستور میده که لشکریان معاویه رو لعنت نکنید، نفرین نکنید. همچی آدم های دهندریده در میان لشکریانش بودن و علی از دست لشکریانش چنان فغانش به آسمان رفته بود که گفت من حاضرم 10 تا از شما رو بدم به معاویه، یه دونه از لشکریانش رو به من بده. یعنی اعتراف میکرد الانن که لشکریان معاویه از لشکریان من بهترن، شیعیان معاویه از شیعیان من بهترن. بریم جلوتر. اینها دارن مکتب رو از بین میبرند. خب این که دروغ محضه، عرض کردم این دروغ محض. کدوم مکتب رو؟ اگر مکتب اسلامه، اگر مکتب مقصد شما اسلامه، که اتفاقا امویان از علمیان موفق‌تر شدن، 100 سال تمدن اسلامی مدیون امویانه. 100 سال هر آنچه از خیر در صدر اسلام بعد از صحابه هست امویانه که منتشرش کردن در دنیا. تمدن اندلس مدیون امویان. اینا رو مفصل در شرح کتب تاریخ عرض کردم در 45 جلسه. اسلام در آسیا منتشر شد، در اروپا منتشر شد، در افریقا منتشر شد، تا دروازه چین رسید. به دست کی؟ به دست شما سینه زنان، زنجیر زنان، تقیه کنان، به دست امویان بزرگ، به دست امویان عظیم که رحمت خدا بر اونها باد. یکی از حسنات یزید ابن معاویه که شما این همه بهش فحش میدید همه دولت عثمانی است که 600 سال حامی مسلمانان بود. چطور؟ برای که اینا با وسیله یزید مسلمان شدن. اون قبایلی که اینا به دست شما مسلمان شدن
در زمان یزید بود. لکه شما کل خشکا و کل خرها این چیزا اصلا براتون ارزش نداره، براتون ارزش سندل زدن داره، سینه زدن و نوه خوندن و تقیه کردن و با بچه شیرخاره مت کردن و دارن وارونه اسلام را جلوه میدند. خب شیعه هم همینه، نظر شیعه همینه که اسلام وارونه جلوه داده شده، همه اسلامی که هست الان وارونه، بدبختی شده در همینجا. خب اسلام شما نشون دادید، این آقا عربده میکشید در اول انقلاب که اسلام با واسط تشیع زنده. دیدیم تشیع رو در ایران چگولی کاشت، در عراق، در ایران، در لبنان. ولذا بنده از اول انقلاب تا الان عرضم اینه که همه مصیبت های ایران از افکار شخص خمینی است. اسلام شما رو دیدن همه مردم، شیعیان از اسلامتون گریزان، سنیان بجا خودش. اس مکتبی که شما آوردید جز فقر، جز فحشا، جز اعتیاد، جز دین گریزی، جز ظلم چیزی نداره. البته شما در داخل بدن، داخل دلتون اینا رو میدونید و اعتقادم دارید، همه این فسادها رو بپا میکنید که مفسد اعظمتون ظهور کنه. میگوید شیطان چطوری گمراهتون کرده و حاضر هم نیستید، هیچ کدومتون حاضر به گفتگو هم نیستید، حاضر به فهمیدن هم نیستید، در نفهمیتون غرقید، در جهالتتون غرقید، ملت ها را غرق کرده اید، منطقتون ترور و چاقو و قتل و کشتار و بس. اسلامی که آمده است برای اینکه انسان درست کند، نیامد از قدرت برای خودش درست کند، آمد انسان درست کند. خب اگه شما دروغ نمیگید راست میگید، چرا به انسان درست کردن ادامه ندادید و رفتی سر قدرت، با وجودی که علنا در صحنه بین الملل گفتی که من دنبال قدرت نیستم، روحانیت اصلا دنبال قدرت نیست؟ این دروغتون واضحه از هر من شمسه. و مونگهی این انسان سازی شما رو هم در دولت خبیثی که درست کردید دیدیم، هم در دولت خبیث صفویه، فاطمیه، و هر وقتی که تشیع حکومت کرده جز جنایت چیزی نبوده، جز ظلم چیزی نبوده، جز فریبکاری چیزی نبوده، جز مسلمان کشی چیزی نبوده. این انسانیت شما رو دیدی، لیکن چون به خلوت می روند آن کار رو دیگر می کنند. شما ها چه انسانیتی برای ملت ایران درست کردی؟ چه انسانیتی برای عراق درست کردی؟ چه انسانیتی برای دیگران درست کردی؟ ملت ایران که به خاک سیاه نشوندید، این انسانیت شماست. ولی بدبختی کجاست؟ اینه که لایک ها، دین ستیز ها، اسلام ستیز ها این مذهب ویرانگر رو به دید اسلام نگاه میکنند. و قدرت ها بارها عرض کردم، قدرت های جهانی وقتی دیدند که نظام های لایک مزدور و شما جایی نرسیده در دهه 60 و 50، 50، 60، 70، 80 مال قرن گذشته، گفتم باش مهار منطقه که دستشونه، گفته یه اسلامی بیارم، همه جای منطقه اسلامی دنبال اسلام بودن، یه اسلامی بیارم که مردم همچنان که از لایک، از بیدینی گریزانند، از لایسته گریزانند، از اسلام همچنین زاده بشن. اومدن خمینی رو علم کردن، داعش رو علم کردن، امثال اینا رو علم کردن. اگرچه خمینی و افکار خمینی هزار برابر بدتر از داعش و امثال داعشه. اینا در یک کنفرانس گفتم در عربستان، بعد
رفته من اصلا مهمان اونجا هم نبودم، همجور رفتم. بعد گفتم آقا اون تکر ضبط شده به من بدی، گفتم دوربین سوخته. دوربین سوخته. بله اونجا عرض کردم داعش از حماقتشونه، اما اینا از خباستشونه. فرق بین انسان خبیث و بین انسان احمق. اینها این پدر و پسر مثل این پدر و پسر، یعنی یزید و معاویه، این پدر و پسر شاه و رضا شاه. تو شاه و رضا شاه هم از خمینی بهتر بودن صد درجه، اگرچه بیدین بودن تا حدی، بعضا دین ستیز بودن، اما خاکپاش رو سر شما میارزید بعد از اینکه شما ثابت کردید که از هر درندهی درنده ترید، ثابت کردید که نقم دین دارید و نقم دنیا. اسلام را وارونه داشتن نشان میدادن. چطور وارونه نشونش میدادن؟ اسلام داشتن وارونه نشون میدادن. پس اگر وارونه نشون میدادن جاهل، اگر چرا حضرت حسین میره باش بیعت میکنه، حضرت حسن میره باش بیعت میکنه، حضرت حسن با معاویه بیعت میکنه، میگه فرمانده سپاش میگه که بیعت کن، بیعت میکنه، بعد به حسین میگه هذا امامی، معاویه امام منه، باش بیعت کن، میره باش بیعت میکنه. یعنی حسین و حسن راضی میشن که اسلام وارونی نشون داده بشه. و اونگهی همین حسن و حسین سروران اهل بهشت، جوانان سروران جوانان اهل بهشت، میرن در لشکر یزید می جنگن در قسطنطنیه، بر فتح قسطنطنیه، استانبول امروز، در که پیامبر بر این لشکر دعا کرده. آیا اینا بر وارونی کردن اسلام می رفتن این کار می کردن؟ حضرت حسین، حضرت حسنین، اونا دینو نفهمیدن. خمینی هندی و هندوزاده فهمیدش؟ فریبکاری تشیع حد و حدود نداره. یا مدعیان تشیع میلیون ها شیعه رو با این افکار پلید فریب دادن و نمیزنان بیدار بشن، تاریخ رو تصویر کردن، دین رو تحریف کردن. اسلام وارونه جلوه نشون دادن. شرب خمر میکردن امام جماعت هم بود. اینم دروغه. این دروغ احمقانه رو شما درست کردید. این دروغ احمقانه رو شما درست کردید. تاریخ ملوث کردید ما دروغاتون. مجالسشون مجالس لهو و لعب بود، همه چیز توش بود، دنبالش هم جماعت هم بود، امام جماعت هم میشد. اینو همش افترا، همش تهمت. امروز که قرن بیستمه، 1440 سال که از نزول مبارک وحی میگذره، هیچ حاکمی این کارو نمیکنه. بدترین حاکم مسلمان این کارو نمیکنه. اون موقع اینهایی که 100 سال اسلام رو منتشر کردن در دنیا، از دروازه های چین گرفته تا اسپانیا و پرتغال، اینا شرب خمر میکردند و در مزارشون همه چیز بود، میرفتن نماز میخوندن، دروگ و یک خاک به سر. امام جماعت قمار بود، امام جمعه هم بودند و منبر هم میرفت. خب شما چرا امام جمعه نبودید؟ آقا یه چیزی عرض کنم، فرض کنیم فرض محال، خب کسی نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، احکام ظاهری اسلام انجام میده، کار بعد هم میکنه به قول این افتراهای این مخرف،
و محرف. خب چون این شخصی بهتر از کسی است که فقط گناه بکنه و ترک نماز هم بکنه. ترک نماز کفره، شعار اسلامی را هم انجام نده. این نس حسناتی و دهبن سیعات، نیکی ها بدی ها را پاک میکنه. بمونگهی به فرض دا این حرف درستی، حرفاش همش دروغه. به فرض که این کارار کرده، شرب خمر کرده و لهو لعب کردند و فران کردند، برای دروغایی که شما درست کردی، این کاراشون گناهش خیلی خیلی کمتر از روزخانی های شماست، از شرک های شماست، از قبر پرستی های شما. شرک های شما انسان از دین خارج میکنه. شما وقتی میگی یا علی، یعنی از دین خارج شدید، یعنی خدایی نیست، رفتی دنبال علی. درست مثل مسیح پرستی است. این حرفا رو این آقا میفهمه؟ منبرم بودم، منبرم میرفتم. خب شما چرا منبر نمیرید؟ رفتیم منبر رفتن رو تو دیدیم؟ شاگردت آقای خامنه‌ای منبر میره، روزه میکنه بر هنوز برات، قبر تو بتخانه گذاشته. به اسم خلافت رسول الله بر ضد رسول الله قیام کرده بودن. دروغ محض، افترای محض. اگر به اسم خلافت رسول الله بر ضد رسول الله قیام میکردن، مسلمانان ساکت نمیشدن. این امت و خداوند خیر الامت نمیده که شما شر امت مینامید. اگر چنین میبود، ای کذاب، ای دجال، اسلامو در سراسر دنیا منتشر نمیکردن. ایرانی که مسلمان شده و دستی که مسلمان شده، ایران فقط، کل خاورمیانه، اون چرا خلفای راشدین عمل کردن، امویان ادامه دادن. در زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک وجب خاک فتح نشد به خاطر اختلافات داخلی که کم سال شما ها وجود آورده بودید. فریادشون لا اله الا الله بود و بر ضد الوهیت قیام کرده بودن. اینم دروغه. چرا بر ضد الوهیت قیام کردن؟ کجا دلیل شما چیه؟ این ادعاها رو که هر مستی، هر مشنگی، هر دائم الخمری میتونه این ادعاها رو مطرح کنه، دلیل چیه؟ اگر بر ضد الوهیت قیام میکردن، چرا الوهیت خدا رو در دنیا منتشر کردن؟ چرا خودشون پنج وقت نماز میخوندن؟ چرا روزه میگرفتن؟ چرا حج میرفتن؟ خدا من نفرینتون کند با این دروغ هایی که منتشر میکنید. قبرت را و قبر امثالت را پر از آتش کند با این دروغ هات، با این اکاذیبت، با این مردم فریبی هات، با این دجالگری هات، ترا و همه هم فکرانت را. اعمالشون، رفتارشون رفتار شیطانی، لکن فریادشون فریاد خلیفه رسول الله. بیا با اینا ادعای، اینا ادعای اعمال شما شیطانیه که میبینیم. چرا اعمال شما و خلافتون شیطانیه؟ همه ملت شاهده. یک، ظلمتون، جورتون، فقرتون، فحشایتون، فقری که منتشر کردید، ظلمی که منتشر کردید، ویرانی که بوار آوردید. 42 ساله که ملت ایران رو به خاک سیاه نشوندید، ملت عراق رو به خاک سیاه نشوندید، یمن رو بدبخت کردید، سوریه رو بدبخت کردید، عراق رو بدبخت کردید. اینا ظلماتونه. اونا چیکار کردن؟ اگر یه لایق بیدین بگه آقا اومدن ایران رو فتح کردن، اون جوابش چیز دیگریه. لیکن خدا خیرشون بده که اسلام به ایران آوردن. ولذا پیامبر اکرم میفرماید که من بیشتر از دجال، از دجال های قبل از دجال میترسم، که یکیشون همین آقای خمینی و امثالش باشه. اگر دجالی نمی بود، از فرانسه اسکوردش نمی کردن، نمی آوردن. نه فقط این، به سیستانی 200 میلیون دلار
رشوه نمیدادن و هاکستا همه اینا مهرهای استعمار بودند و هستند لیکن بهشون فحاشی میکنند که شناخته نشند. این است که مکتب را متزلزل میکند و یه وقت در دنیا منعکس میشد که اسلام هم همین است. بیا این آقا غم اسلام داره، تو غم اسلام نداری، غم تشیع داری، غم مکتبی دارید که بنیانگذارش یک خاخام و دسته های از خاخام، خاخام یمنی به نام عبدالله ابن سبا و دار دستاشه که امامتو ایجاد کردند و هیچ کدوم از افکار شما را، از افکار شیعیان امروز را که با بقیه مسلمانان اختلاف دارند هیچ کدوم از اهل بیت نداشتند. وقتی که علامه بزرگ، علامه شیرمرد پاکستان، خدا رحمتش کند و شماها را لعنت کند که او را ترور کردید، این اسرار را فاش کرد، رفتی ترورش کردید، مثل ایدیسون که برق و کشف کرد، برق کشتش، به قول پسر برومندش آی مهندس ابتسام،